روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدایی امید با نوایی دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالمی ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص‌های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. نوشیدنی های بدون اسپرت. فعلا نسل ما از آب بیشتر از نوشیدنی های بدون اسپرت استفاده می کنند. به حساب میانه 2 بوتل نیم لیتر به یک مرد در یک روز. آمار دایر به زنان و اطفال نیز همین گونه است. عاید احتمال تاثیر داشتن آنها و سلامتی بسیار اشخاص قابل تشویش است. آیا نوشیدنی های بدون اسپرت برای بسیار نوشیدن مایعات به انسان ها کمک نمی رساند؟ 1 گلاس آب را بگیرید، 8 تا 12 قاشق چای خوری شکر یا وایه ماده کیمیاوی علامه نموده آمیخته کنید. نوشابه شیرینی بدون اسپرت در نزد شما. به ارگانیسم داخل شدن مقدار اضافی قند از نوشیدنی های بی اسپیرت کمش 5 تاثیر نامطلوب می رساند. غذای به موازنت آورده نشده، 1 نوشابه بدون اسپیرت در ترکیب خود از حساب قند از 120 تا 180 کالوری را دارد. در مقابل این ماده های غذایی در آن جای ندارد.
زنی به طرز زندگی کم حرکت خاص هر روز برای نگاه داشتن وزن مناسب و صحتمندی خوب فقط به 1200 تا 1600 کالری احتیاج دارد. 2 تا 3 گلاس نوشیدنی بدون اسپرت می تواند خواسته های او را به غذا و همین طور مقدار ماده های غذایی وارد شونده بسیار کم کند. با گذشت زمان این ویرانی موازنت به آن سبب می شود که حالت غذایی او حدودی می گردد، ویرانی ها در مرد ها نیز رخ می دهند که طرز زندگی بدون فعالیت دارند و در یک روز به آنها 1600 تا 2400 کالوری لازم است. ذخیره های اضافی چربی، کالوری های اضافی نوشابه های بدون اسپرت در شکل چربی جمع می شوند که دیری نگذشته نمایان می گردند. بالا و پایین شدن سطح قند در خون، وقتی که انسان یک گلاس نوشیدنی می نوشد، سطح قند در خون بلند شده موقتاً به زیاد شدن نیرو مساعدت می کند. برای در ترکیب خون تا سطح مقرری پایین نمودن، مقدار قند ارگانیسم یک وایه انسولین روان می کند. این حالت باعث کم شدن نیرو می گردد. چنین پی در پی حوادث انسان را مجبور می سازد که برای نگه داشتن هوش خود تکراراً وایه های نوبتی نوشیدنی های بی اسپیرت یا کدام نوع شیرینی را استعمال نماید. ویران شدن هضم غذا. وقتی که نوشیدنی قنددار به معده به هضم غذا مشغول وارد می شوند، هضم غذا تا زمان جذب کالوری های نو وارد شده باید ضعیف یا تماما قطع گردد. اگر شما نوشیدنی های بی اسپیرت را گاه گاهی می نوشید، پس این اهمیتی بسیار داشته نمی تواند. ولی اگر این در یک روز یک چند مرتبه تکرار شود، آنگاه هضم غذا ضعیف می شود. معده باشد وزنینی را حس می کند. ویران شدن محیط اسیدی. اکثریت نوشابه ها از آن جمله نوشابه های شیرینی گازدار محیط اسیدی را در معده افزایش می دهند. این افزایش بیشتر بعدی معده را ترک نمودنی نوشابه رخ می دهد. با نوشابه های بدون اسپرت چی باید کرد؟ نوشابه های پرهیزی در جهان هرچی بیشتر مشهور می شود. آیا آنها راه حلی مشکل بوده می توانند؟ بله. آنها برای به مشکلات های بقند علاقمند بوده راه ندادن یاری می رسانند. به نوشیدن رنگ، بوی، طعم شیرین بخشیدن و نگهداری آن استفاده برده می شوند. به سطح داخلی معده تأثیر انگیزنده می رسانند. بعضی از این علاوگی های پیوستگی های کیمیاوی هستند که ارگانیسم باید آنها را بی ضرر گرداند و بیرون برارد. بسیاری نوشیدنی های بی اسپیرت از آن جمله نوشابه های با نام پرهیزی در ترکیب خود اسید فسفورس پیوستگی با تاثیر زیاد کیمیاوی دارند که برای در روی شیشه زرابی کردن یعنی نقش گذاشتن استفاده می شوند. ارگانیسم انسان قسمتی اضافی فسفورس را با کلسیم پیوست نموده و واسطه گرده ها بیرون می برارد. مشکلات معاصر با پوکی استخوان به نظر گرفته فقط این است که هر یک نوشابه بدون اسپرت که در ترکیبش فسفورس دارد از ارگانیسم شما کلسیم را بیرون نموده خوف پیدا شدن پوکی استخوان را زیاد می کند. پس با کدام راه بدون خوف طلبات ارگانیسم را با آب قانی گردانیدن ممکن است؟ نوشیدن بهترین همان آب همیشگی است. آن در ترکیب خود کالوری ندارد. آن را هضم کردن لازم نیست. آب پرده معده و روده را به انگیزشی نمی آورد. برای روندهای فعالیت زندگی محض لازم است. چقدر باید آب نوشید؟ آنقدر که رنگ پیشاب روشن سفید تا بماند. از 6 تا 8 گلاس آب در یک روز. شما در یک روز چقدر کالوری استفاده می کنید؟ نوشیدنی عالی آب مقرری است. آن در ترکیب خود کالوری ندارد.
آن را هضم کردن لازم نیست. آب پرده میده و روده را به انگیزشی نمی آورد. برای پیشرفت فعالیت زندگی محض آب لازم است. ثروت واقعی سلامتی است. نقد هوای طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. اسرار سعادتمندی اویله. مناسبت با والدان. بچگان را طرز تربیه کردن لازم است که پدر و مادر را بسیار دوست دارند و برایشان غمخواری کنند. اگر شما آنها را دوست نداشته باشید و گوش نکرده باشید، از این پس دیگر طرز عمل کنید. شما دیگر خیر رفتار کرده نمی توانید، زیرا این افادگری از دست دادن عمر ابد می باشد. والدان پیرانسال. اگر والدان در دوران کودکی فرزندانشان با آنها امکانات دهند که همراهشان دغل و با غضب سخن گویند، در نتیجه سمره تخ می رویانند. اگر والدان از فرزندانشان فوراً طلب نکنند که با آنها گوش دهند، پس خصلت فرزندانشان را نادرست تشکل می دهند. در آن صورت آنها با آن تیار می کنند که در پیری هنگام بلب گور رسیدن پایهایشان آنها را آزار بدهند. بچگان را طور تربیت کردن در کار است که آنها پدر و مادر را مهربانانه دوست دارند و در حقشان غمخواری کنند. وظیفه ما نزد والدان هیچگاه خاتمه نمییابد. محبت ما به آنها و از آنها به ما با سالها و مسافه ها چین کرده نمی شوند و مسئولیت ما هیچگاه از ما برداشته نمی شود. فرزندان وظیفه دارند تمام عمر عزت والدان را به جا آورند. اگر والدان پیر و برجا مانده باشند، فرزندان باید وابسته به احتیاجاتشان غمخواری و محبت ظاهر نمایند. فرزندان باید قاطعانه و خیرخواهانه عمل کنند، حتی برای آرامی والدان از منفعت‌های شخصی خود دست کشند. حتی شرایط های از همه گوارترین هم برای والدان پیرانسال خوشی و تسلا آوردن مشکل است. چی هم مشکلتر باشد از آن که دل آنها را مناسبت خنک نظرانه فرزندانشان محزون نماید؟ کدام گناه بزرگتر از آن است که فرزند به پدر و مادر پیرانسال و ناتوانش غم و اندوه بیاورد؟ بعضی بچه ها به سن کمالات رسیده گمان میکنند که برای والدانشان منزل استقامتی داده وظیفه‌شان را در نزد آنها ادا کردند. با آنها غذا و هر چیزی ضروری را داده، با این راه به آنها احترام و محبت ظاهر نمی کنند. در پیران سالی والدان مخصوصاً به محبت و غمخواری بیشتر نیاز دارند، ولی فرزندان بی‌رحمانه آنها را از این نعمت محروم می کنند. هنگامی که والدان زنده‌اند،
فرزندان آنها را باید دوست دارند و احترام کنند. چگونه پسر یا دختر می تواند پدر یا مادری خود را آرامانه بالای دستان شخصی ناشناس گذارد تا او را نگاه بین کند؟ هرچند خصلت مادر وزین باشد هم، این فرزند را از مسئولیت نگاه بین که خداوند به دوش او بار کرده است آزاد نمی کند. شاید فرزندان چنین شمارند که در کودکی به آنها بد مناسبت کردند، ولی آنها می توانند در جهان با خدای خود باشند اگر مسئولیت بی‌حرمتی در پیرانسالی والدینشان به دوش آنها باشد. شاید فرزندان چنین شمارند که در کودکی به آنها بد مناسبت کردند، ولی آنها می توانند در جهان با خدای خود باشند اگر مسئولیت بی‌حرمتی و پیرانسالی والدینشان به دوش آنها باشد. آیا ناتوانی والدان برای محبت فرزندان سبب نمی شود؟ آیا احتیاجات پدر و مادر پیرانسال حسی نیک در قلبها و مناسبت احترامانه و خیرخواهانه را نسبت والدان بیدار نمی کند؟ به قلبتان اجازت ندهید که نسبت به پدر و مادرتان سنگین شود. مخصوصاً در باره به شخصی که نسبت به مادر پیر ضعیف و ناتوان نفرت می کند، فکر کردن دشوار است. به این گونه مادر باید با صبرانه و با مهربانی مناسبت کرد. تنها سخن خوب گفتن در کار است که به قلب او درد نآورد. بگذار والدان ضعیف و ناتوان شما در باره خودشان فکر کرده آخرین روزهای حیاتشان را با آسوده حالی، محبت و صلاح گذرانند. بگذار آنها فقط سخن نیک، محبت آمیز، مهربانانه و بخشاینده شنوند. می خواهید که خداوند در بستر بیماری شما را دوست دارد مغفرت کند؟ پس با دیگران آنچنان رفتار کنید که می خواهید با شما آنچنان مناسبت کنند. والدانتان را نگاه بین کنید، زیرا آن کاری خرد و نظرناگیر ولی برای آنها بزرگ و سری وقتی را کسی جز شما برای آنها بجا آورده نمی تواند. احساس آن که آنها برای بهبودی والدان خدمت می کنند و فرزندان تمام عمر قناعتمندی می بخشد و هنگامی که خودی آنها به همدردی و نوازش محتاج می شوند خوشی می آورند. آنها از آن شاد خواهند شد که در ایام پیری با والدان دوستانشان آرامی و تنجی می آورند. طور دیگر رفتار کردن والدان پیرانسال را از خدمت خیرخواهانه دختران و پسرانش محروم نمودن، این در دل عذاب وجدان را جای دادن است. در حیات خود باشد تأسف بردن است اگر دلهای ما به حس و از سنگ نشده باشند. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش.
وحی امید بخش موضوع صحبت مان جواب وحی به تنزلیابی عرف و عادتها در جمعیت می باشد. وقتی که ما نزد مسیح می آییم و زیر پاهای او سجده می آریم، او می گوید ناوابسته از آن که در گذشته تو چی عملها را به جا آورده ای، ناوابسته از آن که در گذشته چی طور گناهکار بودی، فرزند من، تو را بخشیدم. تو می توانی همه اش را از نو آغاز نمایی. شریعت محتاج های ما را معلوم می کند. وقتی که من به شریعت خدا دیده می دوزم، می بینم که در اصل من چی گونه هستم. من به این شریعت موافقت نمی کنم. وقتی که من نزد مسیح می آیم و به شریعت او نگاه می کنم، من آن وضعیت ها را می بینم که بی صبری ظاهر می نمودم. می بینم که چنان که باید می بودم، مهربان نبودم. وقتی که من نزد مسیح می آیم، پیش پاهای او سجده می آورم، این همان چیزی بود که داوود در زبور در نظر دارد. شریعت خداوند کامل است، به کس جان می بخشد. این شریعت کامل مرا جانب مسیح روانه می کند و من می گویم عیسی، دل من زخم دار است. وی از باعث گناه اندوهگین شده است. عیسی مرا ببخش. به من قدرت عطا کن تا که شریعت تو را رعایت کنم. به من قدرت عطا کن تا که فرمان بردار تو باشم. کسی نزد عیسی آمد و کوشش نمود که او را در سخنانش فاش نماید. شریعت دان از آن پرسید. متی بابی 22 آیه 36 و 40 ای استاد، کدام حکم در شریعت بزرگتر است؟ عیسی به او گفت. خداوند خدای خود را با تمام دل تو و با تمام هوشت دوست بدار. همین است حکم اولین و بزرگترین. و دومش مانند آن است، یاری خود را مثل خود دوست بدار. عیسی چی کار کرد؟ او همه ده احکام را جمع‌بست نمود. بدان که عیسی گفت. به این دو احکام تمام شریعت و مصحف انبیا اساس یافته است. تمام شریعت را با یک کلمه می توان جمع‌بست نمود. محبت. خداوند و یار خود را دوست داشتن. عیسی چهار احکام اولین را به محبت به خداوند متحد نمود و باقی مانده شش احکام دیگر را به محبت به یار خود. عیسی گفت اگر تو در حقیقت دوست بداری تو خدا را دوست می‌داری. اگر تو در حقیقت دوست بداری تو دوست خدا را دوست می‌داری. محبت همیشه به فرمانبرداری هدایت می‌کند. شریعت خداوند با انگشتان او در لوحه‌های سنگی نوشته شده است. رعایت کردن شریعت خدا بر شما زولانه بردگی را نمی‌اندازد، بلکه شما را از بردگی آزاد می کند. ده احکام به ما نه برای آن داده شده است که آزادی ما را محدود گرداند. آنها به ما برای آن داده شده اند که ما آزادی حقیقی را به دست آوریم. خود خداوند آنها را به ما داده است. ببینید که شریعت چی طور آغاز می شود. خروج باب 20 آیه 2 من خداوند خدای تو هستم که تو را از زمین مصر از خانه غلامی بیرون آوردم. محض خداوند خدای آسمان و زمین با انگشتانش در سنگ این شریعت را اساسهای معنوی را برای تمام زمانها نوشته است. بیایید آنها را بخوانیم. خروج باب 20 آیه 3 17 تا
تو را خدایان دیگر جز من نباید باشد. خداوند می فرماید من در حیات شما در مقام اول هستم. نه خدایان دیگر، نه خانه، نه پول، هیچ چیزی مادی نباید در جای اول باشد. به وجه احسن به خداوند خدمت کنید. سنم و هر صورتی به خود نساز. خداوند می فرماید برای به حضور من آدمان به شما تصویر لازم نیست. به حضور من شخصاً بیایید. اسم خداوند خدای خود را بیهوده به زبان نگیرید. خداوند را چنان دوست داشته باشید تا که اسم او را احترام نمایید. در این باره درباره اسم عیسی اندیشه نمایید. این اسم است که در حضورش فرشتگان رویش را می پوشانند. این اسم است که فرشتگان درباره‌اش می سرایند. قدوس، قدوس، قدوس. این اسم است که بعضاً به الفاظ بد و قبیح دشنام می دهند. روزی شنبه را در خاطر نگهدار تا که آن را تقدیس نمایی. شش روز کار کن و هر عملت را به جا بیاور. ولی روز هفتم شنبه خداوند خدای توست. به آفریدگار آسمان و زمین خدمت کنید. به آنی که شما را آفریده است خدمت کنید. احکام چهارم به اولادان امروزه مراجعت می نماید. پدر و مادر خود را قدر و عزت نما. در صد سال وقتی که فرزندان به والدین خود اطاعت نمی کنند، وقتی که آنها به والدین شما نباید که ما را دیگر تعلیم دهید می گویند من باید چی کار کنم؟ احکام پنجم درباره مناسبت های فرزندان و والدین سخن می گوید. قتل نکن. در عین زمان وقتی که اسلحه اتمی ساخته می شود تا که آدمان را نیست و نابود کند، در زمان شماره زیادی انتقال حمل وقتی که انسان ها طفلان بیگناه را می کشند، با وجود این احکام ششم می گوید که حیات مقدس است. قتل نکن. زنا نکن. در قرن فسق و فساد وقتی که پاکی معنوی خیلی کم گردیده است، شریعت خداوند به فرزندان امروزه مراجعت نموده می گوید زنا نکن. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.